مدیریت ناسالم در توزیع پول یا در مصرف پول سبب شد که ما کامیاب نشیم. هر کسی که در این انتخابات برنده شده یا بازنده شده، این مهم نیست، اینمی که مبارزه کردن بر دفاع از حقوق شهروندای خود، بر دفاع از حقوق خواهرها و برادرایی که در اینجا زندگی میکنن، صدا بلند کردن و که ما مبارزه میکنیم. من فکر میکنم اینمی خودش کافی هست. رای ما رای سفیده و هیچ کس رای داده نشده، ما ادعا کردن که همه چیز سیاه بود هم غلط است و در این حال ادعایی که کل چیز کامل بود و سفید بود هم نادرست است. تعداد زیادی از افراد بودند که تانستند به آرای پاک خود بیایند و به عنوان اعضای شورای ولایتی انتخاب شوند. از لحاظ امنیتی ما دچار مشکل بودیم، چرا که ساحاتی که می رفتیم اگر چند نفر مرد همراه ما نمی بود، ما همراه خواهرام می خواستم بریم، از طرف حتی مردم همون منطقه تهدید می شدیم. اونا فحشات دشنامه‌های بسیار زشت و رکیک برای ما می دادن. در ولایت دوردست ما خانم ها همون حق و حقوق را که دارن، حتی حق رای دادن را دارن، متاسفانه هنوز هم در اکثر ولایت محروم هستن از اون. در مناطق کوهستانی این فاصله ها بسیار زیاد است. حتی در شهرها کاندیدایی که نماینده های کاندیدا به صورت عموم ترانسپورتیشن تهیه میکنن، موتر میگیرن برای اینا را میارن و در جریان راه معلومدار عکس کاندیدا برای اینا میته و همچنان در جریان راه تبلیغ میکنن. اونا چون سطح آگاهی زنا پایین است و زمانی که کارتای خورده برای از اینو میتن، میگن که شما برین با فلان کس به نمی شخص رای بدین و تا وقتی که در نزدیک سایت میرسونه ذهن از اینا رو آماده میکنه برای از اینکه برن به یک شخص مورد نظر خودشون رای بدن. از طرف بعضی نامزد کاندیدای برادرمون ما تهدید میشدیم که دساهاتی که اونها نفوذ دارن حق نداریم بریم، چرا که میترسیدن که اگر ما بریم کمپاین بکنیم، امروز مردم در خانم ها شاید بیشتر بتونن اعتماد بکنن، از این خاطر اجازه نمیدادن. اما متاسفانه بزرگترین چالشی که ما با اون مواجه شدیم کمبود امکانات بود. زنها در افغانستان به صورت عموم چی کاندیدای شورای ولایتی باشن چی کاندیدای پارلمان، در مجموع به می چالش مواجه میشن که به صورت عموم قدرت مالی به دست مرد است و توان مالی بیشتر دارن و زنها توان مالی کمتر دارن. اگر نارینه چه در ماون به صفت بنی کاندیدو اگر خپل معاش هم واخسته، اگر خپل کورنۍ سکیورټی هم ترلاسه کړه، اگر خپل امنیت هم ترلاسه کړه، اگر سره هر څه شته دي، ولی اگر چې خزه و اگر کاندیدا و فقط هغه چې رائے ونه غټل لړ خپل کور کې کیناسته. هجوم مردم باعث میشد که رای عبور و مرور مرا بند کنند. در یکی از ولایات زمان گرفتیم در یک استودیوم کمپاین بود و در اونجا دروازه شکسته بود و ما در بین مجموعه از مردم مانده بودم. واقعا یکی از مشکلات جدی است برای زنان افغانستان و جامعه.